با سلام ها و درود های گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه گفتگو با رفیق باقر ابراهیم زاده هستیم و نگاهی میکنیم به 8 تیر 1355، وقتی که رفیق حمید اشرف و همراه همه مرکزیت وقت سازمان و همه اعضای خانه تیمی میزبان خودش در درگیری مسلحانه که چندین ساعت به درازا کشید جان باخت. قبل از اون در 1 سال و 2 ماه قبلش حکومت شاهنشاهی و ساواک آن رفیق بیژن جزنی رو به همراه 6 تن دیگر از بنیانگذاران سازمان و 2 مجاهد خلق در جنایتی حکومتی در تپه های اوین کشتند. حمید اشرف در رهبری و سازماندهی جنبش فداییان نقشی بسیار بسیار عیان و مهم داشت. این ضربه خصوصا در سال 1355 که دستگیری های فراوانی رو ما شاهدیم به گونه معمایی است برای بسیارانی و تأثیرات بسیار بسیار وحشتناکی بر سرنوشت سازمان فدایی گذاشت. نگاهی میکنیم به این ضربه در سازمان فدایی در سال 1355 با باقر ابراهیم‌زاده، یکی از بازماندگان این سازمان در همان سال 1355. درود بر شما باقر ابراهیم‌زاده عزیز. درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی. 8 تیر 55 رفیق حمید اشرف به همراه اعضای کمیته مرکزی سازمان در واقع در یکی از آخرین خانه های تیمی سازمان جان باخت و قبل از اون سازمان فدایی 1 سال قبلش رفیق بیژن جزنی رو به همراه 6 تن دیگر از بنیانگذاران سازمان اعدام شده در تپه های اوین یافت و چند سال قبل از آن امیر پرویز پویان، عباس مفتاحی، مسعود احمدزاده و رفقای بسیار در واقع تعیین کننده این سازمان جان باخته بودند در مقابل تیرباران های حکومت شاهنشاهی و سرانجام سازمان فدایی به این موقعیت رسید. میخوام ببینم شما چه نگاهی دارین به اون واقعی وحشتناک کشتارها، چرا که شما در 28 اردیبهشت 55 در اون تور بزرگ دستگیر شدید. چگونه به حمید اشرف دست پیدا کرد حکومت شاه بعد از 10 بار محاصره و فرار رفیق حمید اشرف از این محاصره ها؟ متاسفانه در تاریخ 8 تیر ماه 1355 رفیق کبیر حمید اشرف متاسفانه همراه با یعنی در مجموع 9 نفر از رفقا بودند، اینها در خانه تیمی جان باختند. در اون جلسه یک جلسه مهمی بوده که مجموعاً 9 نفر از رهبران سازمان فدایی اونجا جمع شدن، چون بر اساس مصوبات زندگی در مشی که نباید هیچ موقع 8 نفر 9 نفر یعنی تعداد زیادی و مشخصا رهبری سازمان نباید در یک جا جمع می شدن. اون یک جلسه اضطراری بوده. ولی ما باز می گردیم به گذشته های رژیم شاه در ارتباط با سرکوب. همونطور که همه می‌دانیم رژیم شاه دشمن اصلی خودش رو کمونیستا و نیروهای انقلابی می‌دونست و در عین حال با مذهبیون و آخوندها رابطه تنگاتنگی داشت و ازشون حمایت می‌کرد.
ولی دستگیری ها که من میگم برگردیم به گذشته، ما میتونیم حتی برگردیم به زمانی که عباس شهریاری اینا پرورش دادن. یعنی عباس شهریاری هم که قبلا با توده‌ای ها بود و بعد از این که در سال 32 دستگیر شده بود، از همون موقع ها یه شک و شبهه‌ای بهش داشتن که گویا یعنی بعدا مشخص شده بود، نه که در همون موقع شک داشتن، که این همکاری هایی کرده بود. و بعد وقتی در تداوم این در دهه 40، یعنی اوایل دهه 40 میشه گفت که سال 40-41 اینها، همکاری با سواک وسیع‌تر و گسترده‌تر شد و ضربه‌ای هم که به گروه رفیق جزنی وارد شد از کانال همین عباس شهریاری بود که رفقا جزنی و مجموعه نیروهایی که در همون خط مشی بودن اکثرا دستگیر شدن. و اینو در نظر، البته اینو باید در نظر گرفت که خود عباس شهریاری رو بعدن خود سازمان فدایی ترور کردن، که در این ترور هم رفیقمون بهروز ارمغانی خودش در اونجا شخصا حضور داشت. حالا برمیگرده در تداوم همین تعقیب و مراقبت ها و نفوذ ها، ما میایم به خود سیروس نهاوندی میرسیم. سیروس نهاوندی هم قبلش با حزب توده هم کاری میکرد، در خارج بود و وارد کشور شد و بعد از که وارد ایران شد دستگیر شده بود. بعد از دستگیری قول همکاری مشخص و کاملی رو داده بود با ساواک. البته نکته رو در بین هر دو مسئله مطرح کنم، هم عباس شهریاری و هم سیروس نهاوندی که اینا اعلام همکاری کرده بودن، همکاری های اینها هر دوشون به قول خودشون، به قول آقای ثابتی، به عرض همایونی رسیده بود. یعنی شاه هم با نفوذ دادن این دو عنصر پلید موافقت کرده بود. که در رابطه با مسئله سیروس نهاوندی فعالیت خیلی گسترده تر بود که تونسته بود یک سازمانی رو، همون سازمان رهایی بخش رو بتونه تشکیل بده. حتی برای آزاد کردن خود سیروس نهاوندی که قول داده بود در صورتی که خواهرم و عمه من و خودم رو آزاد کنید، نهایت همکاری رو با ساواک خواهم کرد و این برنامه رو انجام داد. و حتی وقتی که اینها میخواستن اینو آزاد کنن، اینو بردن در یک بیمارستان، در درون بیمارستان حتی دکتری که خودش عمل کرده بود، خود دکتره به یکی از دستش گلوله شلی کرده بود که در این حال همون جا هم دوباره پانسمان کرده بودن، چیز کرده بودن، حتی گفته بود از گوشه های از بدن منو بسوزونین. ولی به چه صورت؟ به این صورت که حس بی حس می کردن و حدود 4 ماه این زیر کنترل پلیسی و در این حال زیر کنترل پزشکی بوده که این نشانه هایی در بدن وجود داشته باشه، از شلاق خوردگی، از اینکه ناخنشو کشیده باشن، از اینکه سوزونده باشن، همه اینا. و بعد اینو آوردن در بیمارستان و در بیمارستان در یکی از شب ها که میخواست اینو فراری بدن، اینو گفت یکی از مامورین ساواک، از افسران ساواک، اینو میارن نگهبان میذارن اونجا و بعد اینو از فراری میدن. و خود همین افسره بعد از اینکه اینو فراری میدن بر اساس نقشه خود ساواک، میاد چند تا تیر هوایی هم شلیک میکنه، میگه که نمیدونم از فلان در فرار کرد و رفت. یعنی همه کارا حساب شده. وقتی اینو فراری دادن، حتی ناشایی که از خود کسانی بوده که با سازمان حزب توده همکاری میکرده، اونو که از خارج از کشور وارد کشور میکنه، حتی تلاش میکنن از خارج از کشور هم نیروهایی رو بیارن در داخل کشور، نیروهای سیاسی که بتونن فعالیتشون مثلا در داخل فعالیتشون ادامه بدن. و حتی از طریق ساواک برای اینها کارهای رو جور میکردن بدون اینکه متوجه بشن زیر پوشش ساواک هستن. در تداوم این قضیه که حساب کنیم، میبینیم که در فاصله 51 که خود سیروس نهاوندی با ساواک همکاری جدی رو شروع کرده بود به عنوان یک مدیر ارشد، مدیر برجسته در ساواک، در نتیجه میشه گفت که در سال 55 حدود 300 نفر از نیروهای چپ دستگیر شدن و اینها تلاش میکردن تا حد امکان نفوذ کنن روی جریانات. حالا کلند الان میگم رو خود سازمان فدایی. ما بعد از اینکه دستگیر، من خودم شخصا که دستگیر شدم، نه که من تنها، بلکه عده زیادی بودیم ما دستگیر شدیم، همه ما هیچ گونه ارتباط مشخص و مستقیمی با هم دیگه نداشتیم،
هر کدوم از ما در ارتباط های مشخصی بودیم که با خود رفقایی که در خانه های تیمی بودن و اینها از چند طریق، یکی از کنترل تلفن، یکی از کنترل قرارهای خیابانی و حتی ساواک بخشی از خود تلفن های عمومی داخل شهر رو اینها هم کنترل میکردن که چکار کنه که بتونن سرنخ گیر بیارن. و خود ساواک حتی متوجه شده بود که چندین و چند بار رفیق حمید اشرف از تور ساواک فرار کرده بود، در رفته بود و در این حال حتی در جاهایی که خانه های تیمی در محاصره اونها قرار گرفته باشه قرار گرفته بود، خود رفیق حمید اشرف دخالت کرده بود و از مأمورین رو کشته بود و در این حال حتی رفقای رو فراری داده بود. یعنی به این صورت یکی رفیقی که با تمام وجود میشه گفت که یکی از چهره های ارزنده جنبش کمونیستی و جنبش شیرک رفیق حمید اشرف بود و متاسفانه رفیق حمید اشرف در 30 سالگی جان باخت و جان فشانی کرد. حالا در این رابطه که مطرح کنیم، ما دیدیم که حتی از ماهای قبل از دستگیری ما، دستگیری جمعی که دستگیر شده بودیم، از ماهای قبل، یعنی حتی از اواخر 1354، از اواخر 1354 تا جایی که ما متوجه شدیم، از یعنی بررسی هایی که خودمون در زندان کردیم، اینها وارد شبکه های تلفنی شده بودند و این تلفن ها اینها خیلی خونسردانه و با آرامش پیش می رفتن که چه کار کنن که مجموعه نیروهای سازمان فدایی به اضافه مجموعه نیروهایی که در این حال سمپاتی به چپ داشتن، سمپاتی به کمونیسم داشتن و حتی به خود مجاهدین، که بتونن اینها رو دستگیر کنن و اینها رو نابود کنن به قول خودشون. همونطور که ثابتی در مصاحبهش مطرح کرد، گفت سال 55 سالی بود که ما ریشه اینها رو کندیم، یعنی ریشه اینها رو کندیم. بر اساس گفته های خود اونها حدود 300 نفر از نیروهای چپ و مشخصا از سازمان فدایی و نیروهای چپ و نیروهای اپوزیسیون در همین مقطع حتی دستگیر شدن و عده زیادی کشته شدن. بعد در اواخر سال 54 از رفقا چند نفر از رفقات متاسفانه جان باختن و در اواخر اوائل سال 55 به همچنین و مشخصا در 25 تا 28 اردیبهشت 55 که حدود که 51 نفر چه ببخشید 21 نفر از رفقا متاسفانه جان باختن، به عده‌ای هم دستگیر شدن. حالا در ارتباط با خود رفیق حمید اشرف، این تداوم بررسی و در عین حال کنترل مکالمات تلفنی تداوم پیدا کرد تا موقعی که رفیق حمید اشرف و مجموعا 9 نفر در اون خانه تیمی بعد از 4 ساعت درگیری مسلحانه بین رفقایی که در اون ساختمان بودن و پلیس در خارج از ساختمان، پلیس، ارتش و حتی هلیکوپتر وارد معرکه کرده بودن که نمادا مجدد رفقا بتونن از مهلکه فرار کنن و متاسفانه جان باختن. و این کشتار باز هم تا اواخر سال 55 باز هم تداوم داشت. اینجاست که اینها رفقایی بودن که برای آزادی، برای سوسیالیسم و برای انقلاب و برای دفاع از مبارزات طبقه کارگر و دفاع از خواستهای طبقه کارگر اینها مبارزه میکردن، ولیکن متاسفانه جان باختن. حالا چرا رفقا به خانه‌های تیمی میرفتن؟ وقتی که ما بررسی کنیم میبینیم اکثریت رفقا، حتی میشه گفت همه رفقایی که وارد خانه‌های تیمی شدن، اینها رفقایی بودن که امکانات مبارزه علنی رو متاسفانه از دست میدادن و رژیم در به در و سایه به سایه این رفقا رو دنبال میکرد که بتونن چکار کنن، که بتونن به مبارزشون ادامه بدن. از هر بابت اینها متاسفانه زیر فشار بودن. شما از چیز رفیق حمید اشرف گفتید که واقعا خب یک رهبر افسانه‌ای بود، همه شواهد به گونه که حتی شاه در هر درگیری نظامی که بوده از میپرسیده که آیا حمید رو دستگیر کردن یا کشتن یا نه، و این تا حد زیادی الهام بخش بسیاری از فعالان و چیزهای جنبش اجتماعی ایران شد و حکومت شام که خب میخواست این جنبش رو به طور
کامل جنبش آزادی خواهی و دموکراسی طلبی، جنبش چپ رو در واقع به عنوان دشمن اصلیش در واقع در هم بشکنه، یک سرکوب دائم و وسیعی رو علیه سازمان‌های آزادی خواه و گروه ها و نهادها سازمان میداد. بی سبب هم نبود که خب خیلی از رهبران جنبش فدایی و جنبش چپ رو کشت. میبینیم مثلا توی یک فاصله کوتاهی از رفیق امیر پرویز پویان گرفته تا عباس مفتاحی تا صفایی فراهانی و خصوصا مسعود احمدزاده، میبینیم که مسعود و عباس رو میکشن، بعد صفاری آشتیانی رو میکشن. تنها کسی که میمونه از همین اون جمع رفیق حمید اشرفه که از 50 تا 55 در واقع توی همه حرکت ها بوده. خصوصا هم ما میبینیم که بعدا توی زندان هم علا دستگیری های خب وسیع بود و اینها خیلی در زندان بودن، در زندان هم تحمل نکردن و جزنی رو، بیژن جزنی رو با چندین 6 نفر از بنیانگذاران سازمان کشتن. چقدر اهمیت داشت حمید اشرف و کشتنش و حتی کشتن بهروز ارمغانی یا خود حمید اشرف و بیژن جزنی در سرنوشتی که برای سازمان فدایی بعداً رقم خورد، شما چگونه دیدید بعدش، بعد از این ضربات سازمان فدایی رو؟ چرا که می‌بینیم که یک فردی مثل بیژن که یه دانش و تجربه و اطلاعات بسیار عمیق و بینش عمیقی داشت، کار آموزشی زیادی کرده بود، کتاب‌ها و جزوات فراوانی نوشته بود، رهبری سیاسی و فکری این سازمان داشت و یه فردی مثل حمید اشرف این سازمان رو توی اون دورهای سخت رهبری کرد و تلاش کرد که یک سازمان بسیار گسترده تری از قبل سامان بده. چرا کشتن این رفقا چقدر اولا تأثیر داشت و شما چه احساسی بتون، یعنی به شما و همه رفقای همراه حمید اشرف و بهروز ارمغانی کسانی که در زندان بوده، چه احساسی داشتید؟ چگونه دیدین این قضیه رو؟ من اول یه مقدار برمیگردم به قبل از این قضیه. همونطور که خودت مطرح کردی، رفقا پویان رو کشتن و بعد رفیق جزنی رو کشتن. در همون رابطه با کشتن رفقا جزنی اینو مطرح کنم، من در فروردین 1354 به در زندان قصر رفتم، گفتم من آمدم برای ملاقات برادرم غلام ابراهیم زاده. دفتر رو نگاه کرد، همون دفتردار در زندان دفتر رو نگاه کرد، یک فقط کوتاه گفت اعدامش کردیم، همینه گفت. و بعد من شوکه شدم، حالا خوشبختانه حرف رو به پدرم نزدم، به مادرم نزدم، به خانواده نزدم که اونا بلافاصله سکته کنن اونجا. بعد این قضیه رو با اون موقع با رفیقمون بهروز ارمغانی که واقعا انسان خیلی بزرگ و یک انقلابی ارزنده بود که بعد از الان نیم قرن از همین قضیه میگذره، هیچ جایگزینی رو واقعا برای بهروز و نمیبینم. یعنی صحبتهایی که بهروز داشت حتی بعد از 50 سال بارها و بارها صحبتهای بهروز تو مغز من، تو فکر من همینطوری تداعی میشه، همینطوری دنبال میشه که میبینم بهروز با اینکه در سن 30 سالگی متاسفانه جان باخت، ولی میبینم که حتی در شرایط امروز هم بخشی از کسانی که مدعی رهبری جنبش کمونیستی هستند، حدود 50 سال 40 سال از بهروز هم مسن‌تر هستن، میبینیم که به نظرات بهروز الان نرسیدن. حالا وقتی که من در زندان قصر نشیدم، بعدا متوجه شدیم که 65 نفر از سازمانگران و تئوریسین های زندان ها رو در اوین جمع کردن، از جمله خب همونطور گفتم، یعنی خود رفیقون جزنی در اونجا بود، غلام برادر غلام ابراهیم زاده بود و در مجموع 65 نفر اونجا بوده بودن که همه اینها رو اعدام کنن. یعنی خود دربان زندان قصر، میگم دربان دفتردار زندان قصر، درست گفت که اینها رو برای اعدام بردن، یعنی از زندان‌های مختلف جمع کرده بودن. و بعد از اینکه 9 نفر رو
یعنی رفقا جزنی و دو نفر از مجاهدین، یعنی 7 نفر از فدایی ها و 2 نفر از مجاهدین رو اعدام کردن. بعد در اثر تبلیغات گسترده‌ای که صورت گرفت، افشاگری های گسترده‌ای که صورت گرفت، رژیم شاه بقیه رو اعدام نکرد، ولیکن بعدن اکثریت اونها رو رژیم جمهوری اسلامی متاسفانه اعدام کرد. حالا هدف رژیم شاه چه بود؟ هدف رژیم شاه این بود که میگفتن باید همیشه کله ها رو زد، باید سرا رو زد، یعنی سازمانگران و خود تئوریسین ها رو باید زد و باید اونها رو نابود کرد. و به خاطر همین بود که حتی شخص شاه در ارتباط با رفیقمون چیز حمید اشرف خودش شخصا دخالت میکرد. حتی همونطور خودت مطرح کردی، ساکی ها میرفتن باش صحبت کنن، مطرح میکرد که از خود حمید اشرف چه خبر، کشتیم یا نکشتیم، یعنی حتی اینو به عنوان سوال مطرح میکرده. اینجا بود که خود رژیم شاه کاملا متمرکز شده بود که چه، که نیروی چپ و نیروی کمونیستی و مشخصا سازمان براشون خیلی مهم بود که نیروهای چپ و کمونیست وقتی سازمان داشته باشن، سازمان میتونه چیکار کنه، میتونه سازمان بری کنه و جنبش توده‌ای رو به پیش ببره و اینا. ولی بعد از اینکه این رفقا رفتن، این رفقا متاسفانه از رأس جنبش فدایی و رأس جنبش در ایران اینها جدا شده، اینا کشته شده، اینا جانفشانی کردن، اینها بعد میشه گفت که یک خلای حدودا ایجاد شده بود، یک خلای بین در رهبری ایجاد شده بود و رژیم شاه هم نهایت تلاش همین کار میکرد که چنین خلای ایجاد کنه. و این خلایی که ایجاد شد که متاسفانه سازمان فدایی به اون جایی که خود بیژن جزنی، خود حمید اشرف و همه رفقای فدایی و همه رفقای کمونیستی که میخواستن جنبش کمونیستی ایران، جنبش آزادی خواهی ایران، جنبش حمایت از جنبش طبقه کارگر ایران، اینها باید رشد کنن، متاسفانه همه چی شدن، همه شوکه شدن. حالا برمیگردیم دقیقا روز 8 تیر رو حساب کنیم. 8 تیر در کمیته مشترک صاحب و شهربانی، من در اونجا بودم، چون 28 اردیبهشت که دستگیر شده بودم در اثر شکنجه زخمی بودم و درازکش بودم، یعنی نمیتونستم بشینم و اینها. در نتیجه رسولی 3 روز بود هیچ خبری در کمیته نبود، آرام، نه بازجویی بود، نه شکنجه بود، نه هیچ خبری نبود، اصلا مثل خاک مرده بر کمیته پاشیده بودم. بعد از ظهرش بود که رسولی بازجوی کمیته، بازجوی منم بود، وارد سلول ما شد و بعد اصلا رو آسمان ها حرکت میکرد، اینقدر خوشحال بود. به من گفت که باقر میخوام بهت بگم که حمید اشرفتان را کشتیم، سازمان فدایتان را نابود کردیم و تو هم که اعدام میکنیم و این بچه ها رو، یعنی نیروهای چیزها را، نیروهای تو بند و در نال نیروهای سیاسی رو بچه میدونست که چرا، چون اونها دنبال حمید اشرف بودن، حمید اشرف ها بودن. گفت که این بچه ها را به خانه هاشون میفرستیم، ولیکن ما دیدیم که نه تنها بچه ها رو به خانه نفرستادن، بلکه خودشون به گورستان رفتن، ولیکن متاسفانه یک حیالوی خیلی بزرگی وارد جامعه ایران شد. در این حال به جای حکومت شاه که یک حکومت ارتجاعی و حکومت دست نشانده امپریالیستی بود، یک حکومت وحشی‌تر از او به نام حکومت اسلامی، به نام حکومت خمینی و به نام حکومت الله و حکومت اسلام وارد جامعه شد. اینجا بود که در درون سازمان فدایی متاسفانه به دلیل خلای رهبری و گستردگی جنبش فدایی و گستردگی جنبش توده‌ای در ایران، یعنی توده های مردم در میدان بودن، توده های مردم در خیابان ها بودن، از یک طرف این بود که این جنبش رهبری قدرتمندی نداشت که بتونه جنبش فدایی رو بتونه رهبری کنه، از طرف دیگه که خمینی و دار و دسته خمینی و خود چیزهای نیروهایی که خودشون داشتن و نیروهای اینها از قبل سازمان یافته بودن و از قبل ما میبینیم که خود آقای ثابتی در مصاحبهش مطرح کرد، گفت که ما 5000 نسخه رساله خمینی رو چاپ کردیم و باز هم چاپ کردیم و این رساله ها رو به انتشارات امیر کبیر میدادیم و پخش میکردن. در همین موقع همین آیت الله مکارم شیرازی که مکتب اسلام چیز میکردن، منتشر میکردن، در تیراژ هزاران نسخه منتشر میکردن و همینطور ما میدیم که مساجد به طور مداوم قدرتمندتر میشدن و در این حال تکایا به همین صورت و امامزاده به همین صورت و خود شاهنشاه هم که چه بود، خود شاهنشاه هم
میشه گفت که تویت آستان قدس رضوی رو در اختیار خودش داشت، به اضافه این که از این بر از مکه به این بر از مکه به مشهد، از مشهد به مکه، این بود که اینها میشه گفت که جمهوری اسلامی، این حیولا از درون رژیم شاهنشاهی رشد کرد. چرا؟ چون اینا میترسیدن، اینا از کمونیسم میترسیدن، از آزادی میترسیدن و از دموکراسی میترسیدن و باید یک جریان ارتجاعی رو کار بیارن و این جریان ارتجاعی که رو کار آمد و از طرف یک سازمان فدایی که یک سازمان گسترده توده‌ای بود، متاسفانه تحت رهبری بخشهایی از کسانی قرار گرفت که اینا نه صلاحیت داشتن و نه در این حال اینها هم به دنبال حزب توده و به دنبال این که خمینی ضد قبل از اینکه بریم سرنوشت سازمان فدایی در بعد از انقلاب بپردازیم، اون چیزی که شما توی گفتگوهای قبلیتون هم گفته بودین در ارتباط با خود این ضربه در واقع سال 55، گفته بودید که از متن خودتون میگم که ساواک به واسطه جاسوسایی مثل عباس‌علی شهریاری و امثالهم که مرد هزار چهره بود، ضربات زیادی رو به سازمان‌های سیاسی خصوصا سازمان‌های چپ در واقع وارد کرد و اینا خانه‌های تیمی رو به خاطر هم جاسوس‌های مثل عباس‌علی شهریاری و هم زیر شکنجه‌های وحشتناک در واقع می‌خواست ضربه بزنه. توی سال 55 که مثلا شما پسر اردیبهشت دستگیر بودین همراه با بسیاری از فدائیان و رفقای عزیزی از دست رفتن، میگی که در گفته بودید که سال چی حملات متعددی به خونه‌های تیمی ساواک سازمان داده بود که حمید اشرف از همه جاش در رفت. مثلا توی خونه تیمی که تو پلاک 8 خیابون خیام تو منطقه تهران نو بود، حمید اشرف اونجا بود دیگه. بعد که یک باره در یه نه مثل ساده حملات قبلی ساواک در یه سه حلقه ای حمله میکنن که اونجا لادن آلاغا، مهوش حاتمی، فرهاد صدیقی پادشاهی، احمد رضا قنبرپور، ارژنگ و ناصر شایگان شام اسبی اونجا کشته میشن و حمید اشرف اونجا زخمی میشه و در میره. بعد در میره، میره توی خونه تیمی که توی کن بوده، اونجا هم ساواک گرفته بود. یعنی از همون طریقی که به قول شما گفته بودید که همه رو از طریق تلفن ها و کنترل تلفنی در واقع شناسایی کرده بودن، اونجا هم حمله میکنن که باز حمید اشرف از پشت بام در میره، میره تو خیابون شارق که اونجا حمید اشرف با نیروهای امنیتی که خونه رو محاصره داشتن حمله میکنه و سه تا از این ساواکی ها رو میکشه و در واقع با همراه سبا بیژن‌زاده و ملی زهتاب از محاصره در میرن. توی 8 در واقع تیر که اونجا جلسه مرکزیت بود و میخواستن تصمیمات زیادی بگیرن، شما گفتین که اونجا نمیشد بیش از 3 نفر جمع بشن، اما همه اونجا یک باره به خاطر که تصمیم بزرگ گرفتن، شورای عالی همه سازمان فدایی اونجا جمع و در واقع چیز میکنن، حمله میکنن و همه رو اونجا متاسفانه به شهادت میرسونن. خب دیگه حمید اشرف برای برمان کسی که میگفتن 6 ماه یک چریک امکان زیست داره و بقا داره، 6 سال جنگی دلیل نیروی ساواک شاه که اونجا بهش میگفتن جزیره ثبات و خب بالاخره متاسفانه حمید اشرف زنده نماند که ببینیم که ببینه چه سرنوشتی برای در واقع سازمان فدایی رقم خورد. خب خیلی ها دستگیر شدن و دوره یک باره به طرف دوره انقلاب رفت. ما میبینیم که مثلا خب توی 54 که فروردین 54 که بیژن رو با حسن ضیا ظریفی و احمد جلیلی افشار، مشروف کلانتری، عزیز سرمدی، محمد چوبانزاده و عباس سرکی میکشن،
توی تپه های اوین در واقع سازمان فدایی تا حد زیادی رهبری بیرونیش رو از دست میده و گروه های کوچکی از سازمان در واقع میمونن که توی این سازمان رو رهبری کنن، مثل رفیق هادی که مثلا مونده بود و بعدا میبینیم که تا حدی توی کنگره که بعدا نشست عمومی که در موقع انقلاب برگزار میکنن، خب شما همه یکی دو ماه قبل از پیروزی یعنی سرنگونی حکومت پهلوی آزاد شدید، یعنی نمیتونستید نقش خیلی مهمی هم در جنبش انقلابی داشته باشید در جنبش خیابانی و هم در واقع در سرنوشت سازمان فدایی. فرخ و علی کشکر و جریاناتی که همراه اون بودن، اونا خب بیرون بودن، مثلا فرخ از 56 آزاد شده بود، اونا تونستن رهبری این سازمان رو بگیرن، بسیاری از اهرم ها رو بگیرن و سرنوشت سازمان فدایی متاسفانه این گونه شد که خیلی از بهترین کادرهای قدیمی سازمان فدایی چون مشی چریکی رد کرده بودن اومدن به راه کارگر یا در واقع در به سازمان های دیگری پیوستن و سازمان فدایی اونجوری با یه جمعیت عظیم، شما حتما یادتونه دیگه ستاد میکده یا در واقع دفترهای پیشگام در همه دانشگاه های کشور شلوغ‌ترین ها بود و متاسفانه این جمعیت عظیم و این اقبال بزرگی که به سازمان فدایی آورده شده بود در پای کسانی ریخته شد که اصلا نه به حمید اشرف، نه به آرمانهای سازمان فدایی، نه به آرمانهای رهبران و بنیانگذاران سازمان فدایی و نه حتی به آرمان آزادی و برابری اعتقاد داشتند. بیشتر یه جوری دیگه میدن. شما این چیز من طولانی شد، شما چگونه واقعا مثلا در دوره انقلاب با این قضیه برخورد کردید؟ در این مورد که مطرح کردیم، اولا بعد از اینکه رژیم شاهنشاهی سقوط کرد میشه گفت که هیولای جمهوری اسلامی رو کار آمد. در سالهای اول یعنی مشخص سال 58 و تا حدی 59 یعنی از 58 به بعد بود که سازمان فدایی، نیروهای سازمان فدایی در مناطق مختلف بر اساس این بود که در هر کدوم از مناطق کدوم از نیروها چیز هستن، دست بالا رو دارن، به اون صورت برنامه ریزی میکردن و گوش به حرف اینو نمیدادن که خمینی ضد امپریالیسم باز از این دفاع کرد. یعنی مثلا در کردستان حساب کنیم، کردستان مردم می‌دیدن که در فروردین ماه سال 58 به بعد حملات به کردستان، حمله به چی بهش میگن خوزستان، به ترکمن صحرا شروع شد. همونطور که آقای خلخالی مطرح کرد، گفت که امام به من فرمودن برو اینها رو جرثومه رو از بین ببر و منم رفتم اینها رو کشتم. در نتیجه وقتی که در اون منطقه، در منطقه کردستان، در منطقه بلوچستان، در منطقه خوزستان و هر کدوم از اینها کسانی بیان مطرح کنن بگن خمینی ضد امپریالیست ازش حمایت کنیم، اصلا چنین حرفی نه گیرایی داره نه شنونده داره. چرا؟ چون مردم واقعیت رو به چشم خودشون میبینن که جمهوری اسلامی یک هیولاست، نه اینکه جمهوری اسلامی طرفدار مردم هست. این بود که نیروهای سازمان فدایی در جاهای مختلف اینها میشه گفت که تاکتیک های متناسب با منطقه خودشون رو پیش می‌بردن و گوشی به حرف بالایی ها نمی‌دادن که در بالا چه هست. یک. دومی که در بالا رو حساب کنیم، در رهبری هم همین هماهنگی وجود نداشت. در رهبری هم بخشی از رهبری اینها طرفدار جمهوری اسلامی شده بودند بر اساس خط مشی حزب توده و آقای کیانوری، که اونا عملاً آقای کیانوری که میگم این حزب توده میشه گفت که وزارت خارجه اتحاد جماهیر شوروی بود، نه اینکه نماینده هایی باشن از درون مردم ایران، از درون طبقه کارگر ایران. اینا هیچ
سمخیتی هیچ چیز مشترکی با مردم و با طبقه کارگران جنبش ایران نداشتن. در نتیجه بود که در بالای سازمان فدایی هم اونجا اختلافات بحثایی که بود، بحثایی که مثلا یادمونه مثلا بیشتر روی این بود که خب یعنی در دوره بعد از خصوصا بعد از شهادت حمید اشرف و اون همه بچه‌ای که تو زندان بودن، خب بحث بر سر بود خب چه راه و روشایی باید برای این مبارزه در پیش گرفت، این مبارزه که علیه استبداد بود، برای آزادی بود، برای دموکراسی بود، چجوری میشه در واقع چه راه روشی اصولا هدف بعدم هدف این مبارزه هم چیه؟ چون خیلی خوب جنبش آزادی بخش ملی بود و جنبش های آزادی بخش در الجزایر، در ویتنام، در کوبا تا حد زیادی راستاهای یک جنبش بزرگ ضد استعماری، ضد استبدادی رو توی جهان در واقع نشون میداد و سازمان فدایی خوب در این چارچوب بود. خب اون روش مسلحانه در واقع چریکی تا حد زیادی نشون داد که قابل پیش رفت نیست و ضربات بسیار وحشتناکی به مؤثرترین بهترین کادرهای جنبش اجتماعی زد و میتونست تا حد زیادی به گونه دیگری باشه. یعنی بعد ولی خب دیگه بعد از انقلاب تا حد زیادی میشه گفت که اون اینکه چه روشهایی چه جوری باشه تا حدی منسوخ شد، یعنی کسی دیگه ای نبود که روی اون مبارزه برای علیه در واقع مبارزه مسلحانه یا مبارزه چریکی رو طرح کنه. بحث ها اساسا رفت این که قدرت در دست کیه. سازمان فدایی جدا، یعنی این جدایی ها و انتخاب ها درش به وجود اومد. گرایش اصلی که رفت اونور فکر میگرد یه قدرت ضد امپریالیسته که میشه در راستای اون تضادهای جهانی انقلاب و ضد انقلاب، سوسیالیسم و امپریالیسم توضیحش بده. یه عده دیگه بودن کاری به مسائل بین‌المللی که هم داشتن، ولی اصلی ترین مسئله بود که این دولت با مردمش با این خواستها و مطالبات انقلاب چه میکنه. اینجا این که انشقاق ایجاد شد چجوری شما در واقع دیدینش؟ این بحث ها آیا اصلا واقعا در سطح رهبران و فعالان اصلی سازمان فدایی مطرح می شود؟ چون ما بحث علنی زیادی رو در نشریاتشون ندیدیم. آیا در این بحث ها بود که اونا تونستن اینجوری غلبه پیدا بکنن؟ یعنی جناح راست راست یا جناح فرخ نگهدار و توده‌ای هایی که سازمان رو به این کشوندن و امروز همین شخص در روز 8 تیر که روز شهادت حمید اشرف هست رفت مرکز رأی‌گیری در همرسمیت توی لندن که اونجا چون میدونست جلو کنسولگری بچه های چپ تظاهرات دارن رفت اونجا رأی بده که به خاطر کارتش مشکلاتی در کارت ملی ایشون بود مثل که نذاشتن رأی بده. یعنی حتی در این دوری که این همه چیزا شده این همچنان عاشق اون ولایت است. این نکته که مطرح کردی کاملا درسته. در همون نقطه مشخص مشخصم که بگیم، یعنی بعد از قیام و بعد از شکست انقلاب، این بود که نیروهایی که اینو مطرح میکردن که برای سوسیالیسم مبارزه میکنن، برای آزادی مبارزه میکنن، برای اینکه خلقها و ملیتهای درون ایران، کشور ایران کشور بزرگی هست، اینها همه بتونن مسالمت آمیز با هم زندگی کنن و حق تعیین سرنوشت داشته باشن و از حقوق زنان دفاع بشن، از حقوق کودکان دفاع بشن، از حقوق طبقه کارگر، به خاطر اینکه بتونه زندگی انسانی داشته باشه و علیه او غارتگری و علیه ویرانگری که حکومت عملا سازمان میداد مبارزه کنه، اینها گسترده بودن، اینها همه وسیع بودن. و در درون سازمان فدایی هم که از دانشجوهاشو در نظر بگیریم، دانشجوهای پیشگامو در نظر بگیریم، تا کمیته های کارگری، تا کمیته های دانش آموزی، همه اینها
برای آزادی، برای دموکراسی، برای مبارزه، برای دفاع از حقوق زحمتکشان، حقوق کارگران، برای اینا مبارزه میکردن. ولی کن اونجا بود، همونطور قبلش مطرح کردم، در رهبری که بتونه همین ها رو به نحوی سازمان بده که از پتانسیل انقلاب اینا در جهت خاص توده های مردم عملا چیز شه، به قول من سرریز بشه به این مسیر، نتونستن این کار انجام بدن و به همین دلیل انشقاق های متعددی ایجاد شد و گروه های متعددی از سازمان فدایی ایجاد شد و همچنین در بین نیروهای چپ هم متاسفانه به طور مداوم انشقاق ایجاد شد. حالا چرا؟ یکی از دلایلش هم شدت سرکوبی بود که در ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفت و بعد از که ما میبینیم که بعد از حمله به کردستان، حمله به ترکمنستان، حمله به خوزستان، همه اینها بعدا عملا از 30 خرداد 1360 قتل عام شروع شد. یعنی قتل عام کمونیست‌ها، قتل عام چپ‌ها و مشخص چپ‌ها و تمام نیروهای دموکرات اینها شروع شد. این بود که اصلا جامعه ایران به سمت یک خفقان به شدت وحشتناکی پیش رفت. اینجا بود که تلاش حکومت و تلاش رژیم جمهوری اسلامی بود که بتونه مردم به خانه هاشون برگردن، نه اینکه مردم در خیابان باشن، مردم در مبارزه باشن، بلکه اینا برن در درون خانه ها و در اینها صداشون در نیاد به هر صورت و به هر قیمت، با قیمت کشتار، با قیمت شکنجه، با قیمت هرچه. ولیکن ما میبینیم که در این پروسه کسانی هم هستن، همونطور که مطرح کردی فرخ نگهدار از قبل و از جمله و در اینها کسانی هم بر همون خط خطوط اینها دنبال این بودن که بتونن از این قضیه یک به قول مرون نان نوای گیر بیارن و یک یا جاه و مقام گیر بیارن. ولیکن جمهوری اسلامی یک رژیم بوده که همیشه دشمنان واقعی خودشو میشناخته، حتی دشمنانش هم بخوان سر تسلیم فرو بیارن باز هم اینا رو به عنوان دشمن تلقی میکنه. یعنی هر کسانی که میخوان، همونطور که ما میبینیم که مثلا توده‌ای هایی که در خود اوین اینها جلسه کمیته مرکزی رو تشکیل دادن ولی ادعی از همون را اعدام کردن. یعنی جمهوری اسلامی خط و برنامه خودشو داره، دشمنان خودشو داره و دوستان خودش هم داره. ولی به امروز میباید چیکار کرد؟ امروز باید این کارو کرد که جنبش چپ، جنبش کمونیستی و جنبش ترقی خواهی، جنبشی که به خاطر نان، آب، کار، زندگی، چون آب رو مطرح میکنن، چون آب رو مثلا مردم گرفتن، آزادی، دموکراسی برای اینا مبارزه میکنن، اینها هستن که بتونن چکار کنن، با هم هماهنگ و همراه باشن. ولی در یه نکته که هم چون در سالگرد میشه گفت که جان باختن، جان فشانی رفیق حمید اشرف هست، من فکر میکنم که یک یادی هم از بقیه اون رفقایی که در اون روز متاسفانه جان فشانی کردن و بعد 4 ساعت نبرد مسلحانه با حکومتی که با هلیکوپتر، با ارتش، با پلیس، با سواد، با همه اینا مسلحانه دارن این خانه که در اونها اصلا دارن ویران میکنن که همه اینها رو به قول من رو بسوزونن، نامی از اونها ببریم، یکی رفیق حمید اشرف و غلام رضا لایق مهربانی، فاطمه حسینی، یوسف قانع خشک بیجاری، محمد رضا یسروی، محمد حسین حق نواز، اسکر حسینی عبرده، علی اکبر وزیری، طاهره خرم، محمد مهدی فوقانی، غلام رضا خراتپور که اینها بعد از 4 ساعت درگیری متاسفانه جان باختن و همچنین در سالگرد 48مین سالگرد کشته شدن رفقایی که در 25 تا 28 اردیبهشت 58 هم هست، یادی هم از اونها میکنیم و یاد همه جان باختگان راه آزادی و راه سوسیالیسم و راه همه انسان هایی که برای دموکراسی و برای مردم و برای آزادی برای اینها میجنگن، یادی هم از همه اونها کرده باشیم. یاد همه جان باختگان راه آزادی و برابری، یاد رفیق حمید اشرف و یارانش هماره یاد باد و با امیدها و آرزوهای شریف اونها همچنان همراهیم و همچنان در این نبردی که نه فقط در ایران بلکه جهان ما برای جهانی بهتر زیست همه انسان هاست، با همه همراه میشیم، همراه میشیم با چگواره‌های قدیمی و چگواره‌های جدیدی که امروز برای تغییر جهان ما مبارزه می‌کنند، که در قامت جنبش‌های اجتماعی و سیاسی و طبقاتی
خودش رو در همه کشورهای جهان نشون میده و در ایران ما که جنبش مثل جنبش زن زندگی آزادی رو آفرید و قطعا جنبش های زیبا و در واقع رادیکال و انسانی رو باز در واقع خلق خواهد کرد. از تو باقر ابراهیم‌زاده عزیز و شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری که به گفتگوی امروز ما توجه کردید سپاسگزارم. با تشکر و امیدوارم که همیشه موفق باشی و همینطور که میشه گفت همیشه تا ظلم، تا جور، تا شکنجه، تا اعدام، تا اینها وجود داره، تا طبقات ستمگر مردم رو استثمار میکنن مبارزه هم ادامه داره و همواره پرچم مبارزه بر اهتزاز خواهد درآمد و موفق خواهد شد به امید آن روز.